خب با درود خدمت همه بینندگان گرامی، امیدوارم هر جا که هستی شاد آزاد و سربلند باشید. ببخشید برنامه یکم با تاخیر شروع شد به دلیل اینکه منتظر بودیم جناب مهدی خزعلی بهمون اضافه بشن، به دلیل اینکه حالا توی مسیر بودن، گفتن دارن رانندگی میکنن تا برسن خونه یک 10 دقیقه طول میکشه. ما در خدمت دوست گرامی جناب آزاد فارسانی هستیم. درود بر شما جناب فارسانی گرامی. درود بر شما جناب آقای یاسر فلاح گرامی و همه بینندگان شما در کانال یک. خیلی سپاسگزارم از دعوت شما، باعث افتخاری که در جمع شما هستم و عید ناسعید و نامبارک قدیر خم رو به هیچ وجه شاد باش نمیگویم و خیلی متاسفم که در چنین روز پر از غم و اندوهی برای ایران و برای مردم ایران در خدمت شما هستم. و البته من این رکترم، حالا آقای خزعلی خودشون هم که اومدن خواهم گفت، من میدونم در کنار چه کسی خواهم بود، احترام شخص ایشون بر من فرض خواهد بود، اما من با صراحت با ایشون سخن خواهم گفت چون ایشون رو میشناسم، ایشون هم من رو میشناسه، قبلا هم با هم دیگه گفتگو کردیم در برنامه آقای فلاحتی، در برنامه در تلویزیون صدای آمریکا، برنامه صفحه آخر آقای فلاحتی در مورد دانشگاه امام صادق. توی ایران هم من تصور میکنم بنا به دلایل ایشون من رو میشناختند، حالا اونو اگر نیازی بود صحبت میکنیم از داخل ایران، ولی در هر صورت من در خدمتتون هستم. خیلی سپاسگزارم که در جمع شما هستم و بینندگان شنوندگان هر جایی که این برنامه رو میبینند یا میشنوند الان یا بعداً، سپاسگزارم و درود میگم بهشون. بسیار بسیار ممنون، خدمت از ماست. خب در واقع به دلیل همین بحث مناسبتی که فرمودید، در واقع به قدیر خم، حالا به نوعی مسلمانان به عنوان عید قدیر خم ازش یاد میکنند، بحث رو قرار است با این برنامه رو با این موضوع پیش ببریم که در واقع 1300-1400 سال پیش، همونجور که همه میدانید، در مسیر برگشت به مکه یا مدینه، به هر حال اونجا گویا محمد پیغمبر اسلام دست علی رو بلند میکنه به دلایلی که حالا خیلی بحث سرش هست. سری میگن که قصد جان علی رو کرده بودن به دلیل راندهایی که احیانا سر غنایم در واقع برمی داشته است بیشتر از حد معمول. اونجا محمد ابن عبدالله از بیم جان علی ابن ابی طالب گویا همه رو فرا میخواند و دست ایشون رو بلند میکنه، میگه هر آن کس که من مولای او هستم، علی مولای اوست. سالها بعد یه سری اومدن گفتن اون عمر و ابوبکر و عثمان، یاران در واقع دوستان صمیم و یاران محمد ابن عبدالله که از ابتدای اسلام بهش گرویدن، همه پشت پا زدن به حرف محمد و خلافت رو غصب کردن و میبایست علی ابن ابی طالب خلیفه اول میبود. حالا چیزی که در تاریخ هست نبوده است، اما اینها میگن میبایست میبود. به همین دلیل این مناقشه در واقع و این منازعه اتفاق میفته و خونها بر سرش ریخته میشه و به سالها بعد در واقع در چنین روزهایی یه سری بقولی میان کشور ما رو غصب میکنن و حکومت اسلامی تشکیل میدهند بر پایه در واقع اینکه علی ابن ابی طالب به نوعی میشه گفت و حسین ابن علی همه چیز است، چون میبینیم دیگه در حدی علی ابن ابی طالب رو بزرگ میکنن و بالا میبرن که در واقع مدحی ها شده است، شعرها در وصف ایشون سروده شده است، کما اینکه توی تاریخ هم میبینیم در وصف شخصیت ایشون صحبت‌های زیادی شده و یکی از افتخاراتی که خود مسلمانان و باورمندان در واقع به ایشون نسبت میدن اون در واقع کشتاری عظیمی است که ایشون به دست خودش سر صدها انسان رو بریده و این افتخاری است برای یک شخصی به قولی با این بجناتی که میگن. اما خب من از جناب آزاد فارسانی میخوام در خصوص
شخصیت علی ابن ابی طالب اگر میشه برای ما توضیح بدهند، حالا تا جناب خجلی به ما میپیوندند، چون قطعا ایشون با شما زاویه دیدگاه دارند و علی ابن ابی طالب را اون چیزی که دوست میدارند فکر میکنم توصیف میکنند، و از زبان شما بشنویم تاریخ چه میگوید. جناب فارسانی با شما است. از گذارم صحبت از شعر هم کردید، من همیشه برنامه هامو با یه شعر شروع میکنم، از شیدای همدانی نازنین که فراموش کردم به خاطر این عدم هماهنگی که پیش آمد، که شیدای همدانی نازنین در سکوت و سانسور خبری در زندان زاهدانه، اما شعری دارد که میگوید: به نام خرد ناخدای بشر، خرد رهگشای تو در خیر و شر. خرد ناخداوند هر با خداست، خرد هم خداوند و هم ناخداست. شیدای همدانی شیریست که در زندان کفتار هاست و اخیراً دوباره شعری گفت که: غم مخور تنها ترین شیدای ایران، در قفس شیرها هرگز نمی سازند با کفتارها. شیرهای ایران ما مجید رضا رهنورد هستند، کیان پیرفلک هستند، نداغ و سلطان محساس پویاست، اینها شیرهای ما هستند. من واقعا یه مقداری موندم که الان سخنانی که مد نظر داشتم رو الان بگم یا بذارم آقای خزعلی بیاد، اما چون سخن از شعر رفت بریم اون شعری که همه ما شنیدیم در مورد علی ابن ابی طالب، از مثنوی معنوی که: از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، یا متحر از دغل، در غذا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خدو انداخت در روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. آن خدو زد بر رخی که روی ماه، سجده آرد پیش او در سجدگاه. و شعری که همه شنیدیم که علی در میدان نبرد به تعبیر خودشون با کفار، و ما میدونیم که اینا باور دارن که ما اگر کفار رو بکشیم به اونها مهر کردیم، رحمت داشتیم، و توی اون جنگ اون خدو، اون کافر میاد توف میندازه تو صورت علی که درود به شرفش. اما علی اینجا میاد دوباره منت میذاره، همون کاری که خمینی هم میگفت، میگفت ما اگر کفار رو بکشیم در واقع به اونا رحمت کردیم، چون عذاب دوزخیشون رو کم میکنیم. اما چون علی برای الله شمشیر میزد، اللهی که پشت سر من میبینید چه میکند، لحظه میگویند شمشیر رو انداخت، ذوالفقار رو انداخت و بعد اومد اون رو گردن زد. یعنی همین یک شعر که برای ما اسطوره شده رو نگاه کنید که لحظه ای درنگ کرد در کشتن یک نفر به خاطر الله که برای خودش نباشه، اما رفت اون رو کشت. آیه قرآن هست: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم یا لا تعلمونهم یا الله یعلمهم یعلمهم الله. این دقیقا همینه. ارهاب، من بارها گفتم، دقیقا در زبان عرب ارهاب به معنی تروره. اعراب به عملیات تروریستی میگن عملیات الارهابیه. ما میدونیم که این آیه قرآن سردر و آرم تمام گروه های تروریستی منطقه از جمله سپاه پاسدارانه. اما اینجا هم علی میخواد برای عدو الله شمشیر بزنه و برای الله شمشیر زد. داریم اون روایت هایی که همه ما شنیده ایم که 700 نفر رو یا 900 نفر از یهود بنی قریظه رو، یهود بنی قریظه چون اینا یهودی بودن نمیخواستن گردن بذارن به اسلام، سر بریدن. اما از این روایت هایی که همه شنیدیم بگذریم و یک بار دیگه هم قدیر سعید قدیر و ناسعید خم رو شاد باش نگم. من نمیدونم این که محمد علی ابن ابی طالب رو برده در چاله خم و او رو کرده، نباشه، اون رو بلند کرده دستش رو و گفته هر کس که موی من لای او هست، از این به بعد موی علی لای اوست. نمیدونم این چه ربطی به ما داره، اما میخوام یکی دو تا روایت بخونم. البته بحث روایت رو آقای خزعلی که اومدن به تفصیل خواهیم گفت. چیزی که شاید کمتر شنیده باشید، این روزها ما دیدیم که بچه‌های ما رو گاز زدن، با گاز مسموم کردند. حالا بماند که پروژه اون پشتش چی بود، ترساندن بود، ارهاب بود، ارعاب بود. اما ببینید سابقه استفاده از گاز برای کشتن مخالفان به دست امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. عده‌ای از محدثین و مورخین از امام صادق، هر موقعی آقای خزعلی اومدن یا باید منو قطع کنید لطفاً این کارو انجام بدید. عده‌ای از محدثین و مورخین از امام صادق و نیز باقر نقل کردند پس از آن که امام علی
از جنگ جمل با ناکسین و اهل بصره رهایی یافت و پیروزمندانه بازگشت، 70 نفر مرد از اهالی هندوستان به حضور وی آمدند و پس از آنکه اسلام را پذیرفتند و مسلمان شدند، حضرت با زبان هندی با آنان سخن می گفت و پاسخ سوالات آنها را به زبان خودشان مطرح می فرمود و چون کراماتی از آن حضرت مشاهده کردند، مدعی شدند که علی ابن ابی طالب خداست. امام علی اظهار نمود: ای جماعت، آنچرا که شما درباره من گمان کرده اید درست نیست، بلکه من نیز همانند شما بنده ای از بندگان خداوند متعال هستم. اما آنها فرمایشات حضرت را نپذیرفتند و بر گفته خیش اصرار ورزیدند که تو همان خدا هستی، چون همه چیز را میدانی. حضرت از این حرکت خشمگین شد و فرمود: والله اگر از عقیده و حرف خود بر نگردید و توبه نکنید، شما را خواهم کشت. ولیکن آنها بر عقیده و حرف خود پافشاری کردند. بناچار حضرت علی دستور داد تا چند حلقه قنات حفر نموده و آنها را از زیر زمین به یکدیگر متصل نمایند. سپس تمامی آن 70 نفر را که منکر آفریدگار جهان شده بودند داخل قنات ها انداختند و سر قنات ها را نیز پوشاندند. پس از آن یکی از قنات ها را که خالی بود پر از هیزم نموده و آتش زدند و چون دود آتش به تمامی قنات ها جریان پیدا کرد، تمامی آن 70 نفر خفه گشتند و به هلاکت رسیدند. منبع رجال کشی صفحه 109 حدیث 174 و سائل و شیعه جلد 27 صفحه 335 حدیث 2 کافی جلد 7 صفحه 257 حدیث 8 و 23. متن عربیش هم من جلو چشمم اگه نیاز باشه میخونم. اما همین شعری که خوندم رو دقت کنید و همین روایتی که خوندیم که حالا در مورد روایت میشه بحث مفصلی کرد، اگر نیازی بود در حضور های خزعلی خواهم گفت که اساسا ما نمیخوایم در دالانهای روایات و اینها گرفتار بشیم. اما اون شعر چی بود؟ یه لحظه فقط اون رو گردن نزد، منتش رو بر سر ما میذاره. اینجا اومد گفت ببین، اونا گفتن که علی الله، علی خود خداست. حالا علی مثلا اینجا نمیاد اینها رو بشینه بگه خب شما باور دارید من خدام، بیاین بشینیم با هم دیگه گفتگو بکنیم، با هم دیگه بحث کنیم، استدلال کنیم، محاجه کنیم، دلایلمون رو بیاریم. میگه نه، یا از این حرفتون بر میگردید یا شما رو میکشم. بعد میگه نه، اونا پافشاری کردن، علی هم اومد اتاق گاز درست کرد، همون کاری که هیتلر کرد، همون کاری که نازیسم کرد، فاشیسم کرد، که ما میدونیم طبق روایت‌های برخی روایت‌های تاریخی در واقع مشاورای هیتلر هم از مسلمانان بودند که یهودی کشی راه انداختند و اون اتاقهای گاز رو راه انداختند. اما اینجا هم علی میاد به جای اینکه استدلال کنه، اول سر اونا منت میذاره و بعدم اتاق گاز درست میکنه و اونها رو در اتاق گاز میکشه. اینه. اما البته این رو باید تأکید کنم، بذارین یه مطلبی رو بگم که در مورد روایات که گفتم ما نباید در مسیر روایات گرفتار بشیم. ما صحیح بخاری رو مثلا در اهل سنت داریم که توی صحیح بخاری میگن این احادیث صحیح دیگه. خود بخاری در مقدمه صحیح، در مقدمه کتابش نوشته که من بیش از 600 هزار حدیث و روایت داشتم که اونها رو از حجاز و سواد گرد آوردم. از بین این 600 هزار حدیث من فقط 4000 حدیث درست و صحیح رو ارزیابی کردم و انتخاب کردم و در این کتاب صحیح منتشر کردم. بنابراین همین رو دقت کنید. اگر این سخن بخاری در ابتدای کتابش محمد بخاری درست باشه، باید بپذیریم که در اون ایام بخاری بیش از 596000 حدیث رو کنار گذاشته و فقط 0.6% از اونها رو برگزیده، یعنی 99.4% اونها رو کنار گذاشته. من در دانشگاه امام صادق هم که درس میخوندم، اونجا خب دکتر احمد پاکتچی که از استادای قدر حدیث و روایه و اینها هستند و در چند کشورم درس خوندم، به چند زبانم سخن میگفتن دکتر احمد پاکتچی، اون هم همین رو میگفت. میگفت که ما در شیعه هم اگر نگاه کنیم، اگر بخوایم بگیم که حدیثی که قطعی و صدور به قول خودشون از معصوم هست، اگر اشتباه نکنم گفت 14 حدیث یا 16 حدیث داریم. اما ما میدونیم که در جهان تشیع میلیون ها حدیث داریم. خود بهارالانوار مجلسی رو نگاه کنید. همین نکته رو علی اکبر غفاری که ایشون هم از بزرگان حدیث و درایه و رجال هستند و در دانشگاه امام صادق بودن، همین مدت پیش مردند، اون هم همین رو میگه که این حدیث واقعا
هیچ سندیتی نداره. اما ما ریشه را، بنابراین نکته من اینه که ما اگر بخوایم در این دالانهای این که این حدیث درسته اون حدیث باطله گرفتار بشیم، هیچ وقت از اون دالان در نمیاییم. بنابراین ما باید این حلقه رو بشکنیم، گرفتار نباشیم که این حدیث درسته یا نادرسته. دقت کنید، خود نهج البلاغه 360 سال بعد از مرگ علی جلاد توسط هالورزی نوشته میشه، سید رزی. اولین سیره‌ای که ما در دسترس داریم از محمد جلاد، سیره ابن هشام، 200 سال بعد از مرگ محمد نوشته شده. اما قرآن رو ما داریم. برای همین من تأکیدم روی قرآنه. اصلا درگیر حدیث نشیم. قرآن جلوی چشم ماست. خود من برنامه گذاشتم تلاوت آیاتی از منجلاب قرآن. 55 برنامه. این آیات رو بخونید. ببینید جز آن چه که محمد کرد، جز آن چه که علی کرد، جز آن که علی خامنه ای میکنه، جز آن چه که میبینیم جلوی چشممون، میگه عدل و دلیل علا امکان وقوع شیئن وقوعه، محکمترین دلیل بر امکان وقوع امری وقوع اون امره. الان ما این امر رو جلوی چشممون، نه 1400 سال پیش، جلوی چشممون داریم میبینیم که بر اساس این آیات انسان میکشن، بر اساس این قرآن انسان میکشن. جناب پارسانی گرامی، من قبل از اینکه برسیم به یعنی عمق بحث، یعنی به بحث اصلی، تا جناب خزری برسن، من پایان دادم خدمتشون، منتظر هستم برسن. میبینیم الان در حال حاضر توی دنیای کنونی میبینیم این گروه هایی که حالا بعضا بهشون میگن تکفیری از نظر خودشون، چه جنایاتی میکنن، چه کشتارهای عظیمی انجام میدن. و وقتی هم میپرسی از یک مسلمانی که حالا روحیه‌ای شاید خشنی نداشته باشه، میگه این در واقع اسلام واقعی این نیست، اسلام واقعی جوری دیگری است. حالا وسط صحبتتون، اسلام واقعی چیه واقعا؟ حالا شمایی که مطالعات گسترده در این زمینه دارید، اسلام واقعی کدام است؟ چون الان که دوربین هست، الان که تو این قرن تکنولوژی‌های مختلف هست و این جنایات ثبت میشه، ما میبینیم چه میکنند. 1000 سال پیش، 1200 سال پیش که حمله کردن به کشوری مثل ایران، با حالا اون به توحشی که در اون موقع بوده، مخصوصا در اعراب، اون حالا اعراب که میگن مسلمانان اون زمان، خدا میدونه چه جنایاتی اونا انجام دادن که فقط گوشه هایش رو در به قولی کتاب های مختلف تاریخی آوردن. واقعا آیا در نهاد اسلام، یعنی احکام قرآن به عنوان اصلی ترین احکام در واقع اسلام، توصیه شده است به این گونه رفتار مسلمانان، به این گونه جنایاتی که مسلمانان انجام میدن؟ آیه فلاح گرامی، ببینید اسلام واقعی من گفتم قرآنه. شما برین آیات قرآن رو تک تک بخونید. من همیشه گفتم شما کتاب رو اگر بگین بوک، بازم چیزی از معنای اون عوض نمیشه. مدلول خارجی کتاب کتابه، حالا شما اون رو بگین بوک، بازم اون کتاب همین کتابه، قرآنه، هر کتاب دیگری. بنابراین شما وقتی مثلا آیه 33 سوره مائده رو داریم که میگوید انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، جزای اون کسایی که محاربه کردند با خدا و رسولش اینه که اونها رو زجر کش کنند، یا اونها رو به دار بکشند، به صلیب بکشند، یا دست و پای اونها رو خلاف جهت یکدیگر ببرند، یا اونها رو نفی بلد کنن. نفی بلد هم به این معنایی که اونها رو بندازن مثلا روی تخت پاره‌ای، بندازن وسط دریا، وسط اقیانوس که از گشنگی و تشنگی بمیرن. از این آیات من میتونم زیاد براتون بخونم. بعد میگه ذالک لهم خزی فی الدنیا، نگین این برای آخرت ها، میگه نه، این شکنجه اونها، خاری و خفت اونها در دنیاست. و لهم فی الاخره عذاب عظیم، و در آخرت هم شکنجه بزرگی در کنارشونه. خود این واژه عذاب هم دقیقاً به معنی شکنجه است، یعنی وحشت رو نگاه کنید. خب در طول تاریخ ما برین شما کتاب قوس زندگی منصور حلاج رو بخونید، از مستشرق فرانسوی، اسمش هم فراموش کردم حالا اگر یادم بیاد. و اونم میگه منصور حلاج رو دقیقاً طبق آیه 33 سوره مائده کشتند، یعنی اومدن اون رو زجر کش کردند، دست و پاشو خلاف جهت یکدیگر بریدند، به دار کشیدند منصور حلاج رو. اسم اون مستشرق رو، اما ما مثلا خب حالا منصور حلاج رو بگذاریم،
میایم همین قضایای سال 96 و 98، شما دیدید ابوالفضل بهرامپور اومد به عنوان یک کسی که مترجم قرآن توی کابینه رجایی بوده، قرآن رو خیلی خوب میشناسه، اومد همین آیه 33 سوره مائده رو خوند. اون موقعی که چند هزار نفر رو کشته بودند، اومد گفت که ما بر اساس همین آیه 33 سوره مائده اگر 10,000 نفر رو هم بکشیم افراط نکردیم و کشتند. اینه، این آیات قرآنه. و بازم چون صحبت از فرانسه شد، ببینید اسلام واقعی همین قرآنه، همین آیات قرآنه، همون کاریه که محمد کرد، همون کاریه که علی کرد، همون کاریه که ابوبکر و عمر و عثمان کرد، همون کاریه که جلوی چشممون داریم میبینیم انجام میدن. اما ارنست رنان رو میشناسید؟ خیلی خوب اسلام رو شناخت ارنست رنان. به هر حال متولد 1823، در گذشته 1892، متخصص زبانهای سامی، لغتشناس، فیلسوف، تاریخ نگار، نویسنده فرانسوی، خیلی خوب مسیحیت رو میشناخت و اسلام رو خیلی خوب میشناخت. این حرف رو دقت کنید، نه حرف حرف درستیه، نه به این خاطری که ارنست رنان گفته. ارنست رنان میگه اسلام سنگین ترین زنجیری است که بشر به دوش کشیده است و میگه مسلمانان اولین قربانیان اسلام هستند. برای همینه من همیشه میگم ما اسلام ستیزیم، یا حداقل من اسلام ستیزم، اما مسلمانان عزیزان ما هستند. من اسلام ستیزم، اعراب عزیزان ما هستند. ما نه نجات پرستیم و نه نجات ستیز، اما مسلمانان اولین قربانیان اسلام هستند. از لحظه تولد، از ختنه تا لحظه زندگی، تا لحظه به لحظه زندگی، تا احکام اسلام که گفتم از ختنش گرفته تا سنگسارش گرفته تا نماز و روزش گرفته تا جهادش گرفته، که میگن احد الحسنیینه، بکشی به بهش میری، کشتن بشی به بهش میری. اینا همه برای مسلمانان دیگه، ما که مشخص حکممون چیه، ما مرتدها. اما میگه مسلمانان اولین قربانیان اسلام هستند. آزاد کردن مسلمان از این زنجیر بهترین خدمتی است که انسان میتواند با آنها بکند. اسلام حکومت وحشته، اسلام حکومت تروره، اسلام این چنین حکومتیه. شما انتظار چه دارید از اسلام؟ میگه من یبتغ، سوره آل عمران 85، من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. هر کسی غیر از اسلام دینی بپذیره ازش قبول نمیکنین، در آخرت هم از خاسرینه. توی خود صحیح بخاری اسمون آیه 33 سوره مائده رو که خوندم، بعد میگه المحارب هو المرتد، میگه محارب همون مرتده، کسیه که اسلام رو نپذیرد. المحاربه هو الكفر بالله، محاربه همون کفر به اللهه. یعنی شما به محضی که اسلام رو نپذیرید محاربید و باید کشته بشید. میگه فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم، سوره توبه آیه 5. تازه نمیگه کافرین، نمیگه نمیدونم مرتدین، میگه مشرکین، هر کسی که نمیگه فقط الله. اگه به محضی که ماهای حرام تموم شد، اونا رو هر جا پیدا کردین بکشیدشون. حیث و وجد تموهم و خذوهم، دفاعی نیست، میگه بگیریدشون. و سروهم، و اونا رو محاصره کنید. وق ادو لهم کل مرسدن، و در کمین اونها بنشینید، در هر کمینگاهی. چیه دیگه؟ خب بریم بکشینشون. این اسلام. شما میگین اسلام واقعی، اسلام واقعی همون چیزیه که داریم میبینیم. اسلام واقعی همون چیزیه که مجید رضا رهنورد رو کشت. اسلام واقعی همون چیزیه که هنوز دو ماه نشده یوسف مهراد رو کشت، صدرالله فاضلی زارع رو کشت، سید فضل الله فاضلی زارع، سیدم بود، از اولاد پیغمبرم بود. اسلام واقعی همین چیزیه که داریم میبینیم، جلوی چشممونه، داریم تجربه میکنیم. اینا 1400 سال خواستن به دروغ، با احادیث دروغ، با روایات دروغ، با کلک، با خدعه، با و مکر و و مکر الله و الله خیر الماکرین، با مکر به ما بگن اسلام یه چیز گوگل مگولی قشنگه. اما مردم اومدن دیدن که علی ای همای وحشت، تو چه آلتی خدا را. اومدن علی رو دیدن که همای وحشته و آلت خداست، آلت فعل اللهه، و فهمیدن که مشکل از خود خداست. هانا آرنت توی کتاب انقلاب مجارستان، مقاومت مردمی علیه توتالیتاریسم، میگه فضای رعب و وحشت توان تفکر انسان را حتی بیش از توان عمل او فلج و عقیم می کند.
یعنی این فضای رعب و وحشت اسلام توان تفکر انسان رو بیش از توان عمل او فلج و عقیم می کند. تلسمی که جو رعب و وحشت بر تفکر آدمی غالب می کند، نه از راه فکر کردن بلکه صرفا از راه آزادی می توان شکست. بنابراین که ما بیایم صرفا دعوت به گفتگو بکنیم و بگیم بیایم فکر بکنیم و اینها اونها خوبه، اما باید آزادی رو به دست بیاریم که مردم خودشون در آزادی و در تابو شکنی بفهمن که میشه با این عقاید مزخرف ستیز کرد و اونها رو کنار زد. چون اگر چنین نشود فکر میکنم بخش زیادی از آزادی بیان رو ما نداریم. چون سلمان رشدی به ما آموخته که شما به محض اینکه بگین یه سری از عقاید و باورها از انتقاد، طنز، تمسخر یا توهین مسئول هستند، آزادی اندیشه غیر ممکن میشود. این عین جمله سلمان رشدیه. میگه به محض اینکه یکی میگه من به آزادی بیان معتقدم اما من دیگه به بقیهش گوش نمیدم، لحظه ای که میگویید یک سیستم، یک نوع سیستم فکری مقدس است، خواه یک نظام اعتقادی مذهبی باشد یا یک ایدئولوژی غیر مذهبی، لحظه ای که اعلام میکنید مجموعی از ایده ها از انتقاد، طنز، تمسخر یا اهانت مسئول هستند، آزادی اندیشه غیر ممکن میشود. و هانا آرنت به ما میآموزد که این فضا رو، این تلسم رو در معنای استعاریش رو باید با آزادی شکست. ببخشید در خدمتتون هستم. خدمت از ماست. بسیار بسیار ممنون از توضیحتون. من همچنان منتظر جناب خزلی هستم. دیدین که حالا تلفنی هم باشون صحبت کردن، گفتن در مسیر، من نمیدونم والا این عهد و پیمان مسلمانی است چیه که با اینکه زمان رو میدونن از یک هفته قبل با ایشون هماهنگ شده، متوجه نمیشم چرا این در واقع، حالا نمیخوام بگم بدقولی، اما نتونستم با موقع بر برنامه حضور پیدا بکنن، چون عملا 30 دقیقه از برنامه گذشته، منتظر ایشون هستیم. قاعدتا باید تا 15 دقیقه قبل حضور پیدا میکردند، با تاخیر اما به هر روی حالا ما همچنان برنامه رو ادامه میدیم. به هر حال حضور جناب پارسانی گرامی بسیار مغتنمه و از حضور ایشون استفاده میکنیم. اگر جناب خزری به ما پیوستند که فبها، اگر نه در زمان دیگری سعی میکنیم ایشون رو داشته باشیم که حداقل در خصوص واقعیاتی که وجود داره، واقعیات تاریخی که وجود داره توضیح بدن از زبان خودشون، چون به هر حال میدانیم که دوستانی که اهمیت میدند به اسلام یا دوست میدارند اسلام رو، از نگاه دیگری در واقع این به نوعی جنایات رو، این کشتارها رو جوری دیگری میبینند. این آیات قتالی که در کتاب آسمانی مسلمانان هست رو توجیه میکنند به اشکال مختلف. یعنی انسان حیرت میکنه وقتی میبینه که کشتن انسانها رو به اسم کافر به شکل‌های مختلف توجیه می‌کنند و دم از مهربانی و دم از به قولی انسان دوستی می‌زنند و این خودش جای حیرته که این به موضوع هم سال‌ها، در واقع میشه گفت صدها سالی که ادامه داره و هنوز هم قشری هستند که خواهان این ایدئولوژی هستند. اما سوال اینجاست جناب فارسانی، آیا این وضعیتی که الان به نوعی میشه گفت کشور ایران دوچارش هست، فارغ از حضور جمهوری اسلامی که بی‌مبالاتی و بی‌مدیریتی دارد، آیا فکر نمی‌کنید من حالا مثل شما اونجوری به اینی میخوام عناد ببرزم یا تندی بکنم نسبت به اسلام و مسلمین، اما آیا فکر نمی‌کنید که همین مسیر سقوطی که در واقع به کشور ما داره طی میکنه و رفته رفته هرچه جلوتر میریم به در واقع بدتر و بدتر میشه، بخشیش برمیگرده به این نگاه دینی که در میان جامعه وجود داره یا این حضور اسلام در بین جامعه که از جامعه یک جامعه‌ای ساخته که بسیاری به اهل خرافاتن، اعتماد در بین مردم نیست، یا شاید اون رشادت در واقع میشه گفت ایرانی که در وجود ایرانیان بوده در طول تاریخ دیدیم کم رنگ تر شده، نمیخوام بگم نیست، کم رنگ تر شده، یا وجود اسلام این یکی از دلایل بزرگ نمیتونه باشه؟ حتما همینطوره. من فقط یه دو تا چیزو سریع خیلی بگم. بفرمایید.
باب قوس زندگی منصور حلاج که عرض کردم از لوی ماسینیون مستشرق فرانسوی و اونم که عرض کردم محارب همان مرتد است از صحیح بخاری جلد 5 صفحه 140 باب 5 ذیل همون آیه انما جزاء الذین یحاربون. اما در مورد پرسش شما، باور من اینه که ام المصائب ما مادر مشکلات ما، ریشه مشکلات ما، نه همه مشکلات ما، ریشه مشکلات ما اسلام در ایران، در ایران امروز. به نظر من دین اساساً به طور کلی و اسلام به طور خاص، اینا اومدن برای اینکه بهره کشی بکنن از انسان‌ها برای دستیابی به منابع کمیاب، قدرت، ثروت، منزلت اجتماعی و شهوت. این هم شامل همه ادیان در طول تاریخ می شود. شما هم فرمودین به اسلام و مسلمین، این حساب اسلام و مسلمین هم من جدا کردم. بازم تأکید بکنم که تلاش ما اتفاقا در درجه اول برای مسلمانانه. چون گفتم اولین قربانیان اسلام خود مسلمانانن. اما اسلام یک عقیده است، یک باور، یک امر انتزاعی، یک امر ذهنیه که این امر، این عقیده، این باور انتزاعی و ذهنی انسانهای عینی و انزمامی و گوشت و پوست و خون و استخواندار رو از جمله خود مسلمانان رو میکشه. و برای همین هم هست که مسلمانان حتی اگر میخوان نماز با کیفیت بخونن، حتی اگر نوه و نتیجه خمینی باشن، اون نماز با کیفیتشون رو میان در کانادا میخونن. اما شما ادیان رو نگاه کنید، فرقی هم نمی کنه. توی دین زرتشتیگری، زرتشتیگری نه به عنوان یک فلسفه، زرتشتیگری به عنوان یک دین، وقتی رفت توی دربار ساسانی، هم انان و هماغوش شد با دربار ساسانی، اون فساد و اون بیرحمی و اون شرایط دربار ساسانی باعث شد که بستر آماده بشه برای جنایت اسلام. اسلام میاد حمله میکنه با جنایت، با وحشیگری، با حکومت ترور، شبیه همین کاری که الان داعش میکنه. اومد ایران رو اشغال کرد. اسلام اومد ایران رو اشغال کرد. اما همه مسئولیت برای اسلام نیست متاسفانه. همون دین هم بود که تو اون مقطع این کار رو انجام داد. اما اسلام اومد و شد آنچه که شد، ایران رو اشغال کرد و تا امروز یک بار دیگه هم سال 57 ایران اشغال شد. مسیحیت هم همینه، شما نگاه کنید. یهودیت هم همین بوده. یهودیت هم در طول تاریخ جنایت‌های بسیار زیادی کرد و وقتی که ما نگاه می‌کنیم به یهودیت هم و به خود متن مقدس، آقای خزعلی هم اومدن، پس ما اجازه بدین که صحبت‌های خزعلی رو بشنویم و بعد من در خدمتتونم. خوش آمدید. آیه فلاحی گرامی هستید؟ آیه خزعلی ما منتظر شما. بله بله. جناب فرسان شما ادامه بدید، چند لحظه من تنظیم بکنم آقای خزعلی بیارم. به هر حال من عرض می‌کردم این در مورد یهودیت هم هست. من الان صدام برمیگرده به خودم. بله، در مورد یهودیت هم که نگاه میکنیم میبینیم که یهودیت هم در طول تاریخ همین بوده، یعنی همین وحشیگری های اسلام رو داشت. مسیحیت هم همین گونه بوده، اما اومدند یهودیت رو افسار کردند، در طویله کردند. مسیحیت رو هم افسار کردند، در طویله کردند. اما اسلام هنوز وحشیه، اسلام هنوز در طویله نشده. اسلام رو باید زد در ماتحتش تو طویلش کرد. اما یک تفاوت بزرگ هست بین یهودیت و مسیحیت. یهودیت و مسیحیت، این کتاب چرند و مزخرف تورات و انجیل، این بین الدفتین تورات و انجیل رو نمیگن که خدا گفته، اینا میگن حواریون مسیح گفتن، حواریون یهود گفتن، یاران موسی و عیسی گفتن. بنابراین در باز برای هرمنوتیک، در باز برای اینکه یه مقداری از اون عدول بکنن. اما قرآن رو، این کتاب پلید و کثیف و سیاه، این منجلاب قرآن رو میگن این بین الدفتینش، بین دو جلدش رو خود الله گفته برای محمد. و وقتی این قرآن رو میخونی خب، میبینیش نصفش جاکشی الله برای محمد، نصفش هم دعوت به کشتاره. میگن اینم بین الدفتین اومده، لا رتبن ولا یابسنم الا فی کتاب مبین. بسیار بسیار ممنون جناب کاشانی گرامی، در تبیله نشده. زنده باشید و درود بر شما جناب دکتر خزعلی گرامی. صدای من رو دارید؟ بله بله، صداتون دارم. بله، در خدمتتون هستیم. سلام علیکم، اگه دارید بفرمایید تا شروع بکنید. برم بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت
همه بینندگان و شما که در این جلسه بناست در واقع گفتگویی با شما داشته باشیم. عرض کنم خدمتتون که مبنا این بود که بنای بحث ما، موضوع سخن امشب ما بحث قدیر باشد. من آغازش رو با آیه اکمال و اتمام دین، اکمال دین و اتمام نعمت که حق تعالی بعد از اینکه بیعت یعنی رأی مردم در قدیر گرفته شد، آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی الان دینتون کامل شد و نعمت بر شما تموم شد و اسلامی که با ولایت و امامت همراه باشد رو، این رو راضی هستم برای شما دین باشد. خب قبل هم به پیامبر اختار داده بود که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من قبلک، یعنی اون چیزی که به تو گفتیم ابلاغ کن، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه این مسئله رو 23 سال رسالت تو اگر ابلاغ ولایت و امامت و جانشینی نشود و اخذ بیعت مردم و رأی مردم نشود، تمام این 23 سال زحمت تو به باد میره، از بین میره، انگار که رسالت تو ابلاغ نکردی. و حالا اون قصه ای که الان من آغازی که وارد شدم دیدم جناب آقای فارسان درست میگم یا نه؟ جناب فارسانی، بله جناب آقای آزاد فارسانی خیلی تند و با خشونت نسبت به همه ادیان ابراهیمی سخن میگفتن. اتفاقا وقتی که این بیعت گرفته شد، سه روز مردم همه در برکه قدیر 120 هزار نفر با امیر مؤمنان انتخاب کردن، رأی دادن، بیعت کردن، بعد میبینیم این آیه نازل شد و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون، اینا که نگاه میکردن که تو یک جوان 33 ساله رو به جانشینی انتخاب کردی، داشتن با چشمهاشون میخواستن تو رو بر زمین بکوبند و میگفتن او دیوانه شده است و یقولون انه لمجنون، ماها بزرگترا هستیم و اینها دارن یک جوان رو به جانشینی و خلیفه پیامبر بودن برمیگزینن. این خشونت و خشمی که الان در کلام جناب آقای آزاد دیدم، من تقاضام اینه که آغاز سخن وقتی میخوام بحث علمی و منطقی بکنیم، اون خشونت و تندی کلام و این که ما ناسزا بگیم مسیحیت و یهود نعوذ بالله به طویله رفتند و اسلام نرفته است و باید برود، این گفتگوی علمی و در واقع منطقی نیست، با ناسزا نمیشه. حداقل برای ما قرآن در وسط معرکه جنگ با کفار آیه نازل میشه لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، به بت‌های اونها ناسزا نگید. ما بحثمون و جادلهم بالتي هي احسن، میگه وقتی وارد بحث میشی با مخالفین با حکمت، با موعظه حسنه، و بعد این جدالی که داری انجام میدی و جادلهم بالتي هي احسن، با اونها با روش احسن، نیکو، با اخلاق خوب، با حسن اخلاق با اونها گفتگو کن. من تقاضام اینه، بار اولی که در محضر عزیز بزرگوار هستیم جناب آقای آزاد فارسیانی، حالا من اسمشون هم یاد نمیگیرم، فارسیان یا فارسانی؟ فارسان یکی از مناطق استان کرمان و بختیاری است، بسیاران زیباست. بله فارسان، چون من تا حالا توفیق نداشتم خدمتتون برسم، دفعه اوله. و اگر مثل آقای دکتر ایجادی هم همین اندیشه عزیزمون رو دارن، ولی ما مبنامون رو گذاشتیم با رعایت ادب نسبت به همدیگه، درسته، و نسبت به باورهای همدیگه با مستندات و ادله نقد کنیم. این که تندی کنیم که من بگم اندیشه دیگری رو باید راهی طویله کرد، خب این گفتگو شکل نمیگیره. درسته، اگه اجازه بدیم من یه توضیح کوچک بدم خدمتتون. سپاس از حضورتون، هم به شما هم جناب فارسانی گرامی. خب ما به دلیل اینکه حالا شما نتونستید به موقع برسید، تأخیر داشتید، حالا در مسیر بودید،
من گمان قرار کردم ساعت 10 برای 10 خودم آماده کردم دیگه، تو راه بودم شما فرمودید. حالا این سری خودم سوء تفاهم و اشتباهی که پیش اومده در هر صورت اهمیت نداره، همین که به حضور پیدا کردید. ساعت تهران رو ما بگید که سر ساعت تهران بیام. بازم من... از محضر شما و آقای فارسانی عذرخواهی میکنم، ولی من برای ده آماده کرده بودم. به هر حال بسیار ممنون که حضور پیدا کردید، وقت گذاشتید. موضوع قرار بود با خب قدیر خوب شروع بشه، شما چون حضور پیدا نکردید من سوال پرسیدم در خصوص حالا به تاریخچه اسلام و اینکه چه مهربانی های اسلام در کشورمون انجام داده که در واقع به نوعی و اون در واقع این لطافتی که شما ازش دم میزنید رو خب برخی از دوستان که منتقد هستن به دین اسلام به واسطه جنایاتی که در طول سالها به شکل‌های مختلف اتفاق افتاده توسط مسلمانان چه در گذشته چه در حال، به هر حال شاید تأثیر گذاشته روی نوع نگاهشون و جهان بینیشون نسبت به اسلام و این گونه در مورد اسلام. من فکر کنم وقتی که میکروفون ما باز باشه مشکل صدا داریم آقای خزعلی، هم اگر ببخشید. زنده باشید. و خب حالا ما چون من و جناب آقای فارسانی حدود 20 دقیقه برای برنامه رو صحبت کردیم، من پرسش رو اینجوری آغاز میکنم و شما جناب خزعلی گرامی میخوام که شروع بکنید بحث رو و در مورد حالا اصلی ترین بحث، بحث قدیر خم بود. یه توضیحی من دادم که همه میدانند که اصلا قضیه قدیر خم چیست و چرا اتفاق افتاده. توی در واقع اسناد تاریخی گفته می شود که به دلیل اینکه قصد جان علی رو کرده بودن، علی بن ابی طالب رو، محمد ابن عبدالله در واقع برای حفاظت از ایشون دست ایشون رو بلند میکنه حالا توی اون مسیر برگشت و میگه که من مولای اون هستم، علی مولای او. حالا روایات مختلفی هست. جناب فارسانی به توضیح مختصری دادن در ابتدای بحث شما حضور نداشتید. خب مسلماً دیدگاه ها مختلفه و اینکه چرا اصلا بعضیا باور دارن که میبایست این گونه میبود، یعنی علی ابن ابی طالب میبایست خلیفه اول مسلمین میشد و گویا عمر و ابوبکر و عثمان که از یاران اصلی محمد ابن عبدالله پیغمبر اسلام بودند در واقع به نوعی اجازه ندادند که این اتفاق بیفته و خلافت رو غصب کردند، چنان که شیعیان میگویند. نظر شما رو بشنویم در خصوص به صحت و سقمش و به نظرگاهی که شما در خصوص این قضیه دارین تا بپردازیم به بحث. هر دوست 5 دقیقه فرصت دارن صحبت بکنن تا به ادامه بحث برسیم. بفرمایید جناب خزعلی. بله، من عرض کنم خدمتتون که خب بحث ولایت و وصایت بلافصل امیرالمومنین و بعد هم اولاد او که یک مسئله ما داریم، بحث امامت. ببینید نبوت، رسالت، امامت، اینها مناسبی هست که خداوند نصب میکنه، یعنی من خودم وکیل خودم رو انتخاب میکنم، من خودم رسول و فرستاده خودم رو به سوی دیگری انتخاب میکنم، میگم فلانی وکیل من است در دادگاه، فلانی فرستاده من است، رسول من است. این انتخاب الهی است که خودش انتخاب میکنه. اما در حوزه حکومت حتی پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 10 سال اگه حکومت در مدینه میکنه 6 بار به رأی مردم رجوع میکنه، 1 بار عقبه اولا، 1 بار عقبه ثانی، 1 بار ورود مدینه و عقد اخوت بین مهاجر و انصار و بیعت با مردمی که منتظر پیامبرند که وارد مدینه شود. سال دوم میخواد جنگ بدر اتفاق بیفته، بعد از 15 سال قتل و غارت و شکنجه و هجرت و آوارگی مسلمین، اینجا اجازه داده میشه دفاع کنن. اذن للذین یقاتلون به انهم ظلم، اجازه داده میشه دفاع کنند به کسانی که مورد ظلم واقع شدن. در اینجا باز پیامبر میگه آنها میخوام بریم به جنگ، جنگ بدر. بیعت رضا، یعنی یک بیعت میگیره، یک رأی میگیره، آیا در حادثه جنگ هم با منید؟ سال ششم صلح حدیبیه است، پیامبر صلح میکنه با کفار. بعد از جنگ هایی که بوده، جنگ خندق بوده، جنگ بدر بوده، جنگ احد بوده، بعد از همه این جنگ ها و اینکه کفار حمله کردن به مدینه، جنگ احد رو درست کردن، جنگ خندق محاصره کردن مدینه رو،
بعد از همه این جنگ ها حرکت میکنه برای حج، میخوام بریم حج بگذاریم. خب در حدیبیه راه رو میبندن، اینها با احرام هستن بدون سلاح، طرف مقابل مسلحه، صلح حدیبیه اتفاق میفته که آیه نازل میشه انا فتحنا لك فتحا مبینا، این صلح فتح مبین توست. و از همین جاست که در 2 سال بعد از صلح حدیبیه 20 برابر 19 سال قبل، یعنی 19 سال از بعثت گذشته، صلح حدیبیه اتفاق میفته، 20 برابر جمعیت مسلمین بیشتر از 19 سال قبل میشه. حالا صلح انجام شده، منافقین شبهه ایجاد میکنن، پیامبر بیعت تحت شجره یا بیعت رضوان رو انجام میده، یعنی من اومدم تا حدیبیه صلح هم کردم، این صلحنامه منه با کفار قریش، حالا بازم میخواهید منو؟ یعنی بیعت میگیره، میگه با رأی شما من برمیگردم به مدینه، نمیخوام، خداحافظ شما. در سال 8 فتح مکه است، یعنی 2 سال بعد مکه فتح میشه به واسطه خیانتی که و پیمان شکنی که کفار و مشرکین در اون صلح تعهداتی بود که پیمان شکنی کردن، به یکی از قبایل هم پیمان مسلمین حمله کردن و شبانه کشتار کردن، حرکت میکنن بدون خونریزی مکه رو فتح میکنن و اونجا رئیس مشرکین خانه ابو سفیان و هند جگرخوار که جگر حمزه سید الشهدا رو از سینه در آورده و به دندان گرفته، خانه او رو خانه امن اعلام به پیامبر. اینقدر زیباست حرکت، وقتی وارد میشه نمیگه روز انتقام، الیوم یوم المرحمه، روز رحمت است. با این شعار وارد مکه میشه، بدون خونریزی مکه رو فتح میکنه، باز بیعت بعد از جمعیت عوض شده، بیعت بعد از فتح مکه و سال 10 بیعت قدیر، یعنی 6 بار به رأی مردم رجوع میکنه برای حکومت، اما رسالت و نبوت و امامت از ناحیه خداست. لذا اعلام میکنه 12 امام رو در حدیث جابر، در جاهای دیگه در و هم راکعون، آیه قرآن که اینهایی که یعطون الزکات و هم راکعون، حدیث منزلت، در جای جای تمام این 23 سال گفته است که جانشین من از نظر خدا که نسب خلیفه الهی و حجت الهی از ناحیه خود خداست علی و اولادش. اما قدیر پس چیست؟ قدیر پذیرش و رأی مردم است از ناحیه خدا، که امام مشخصه، امیر مؤمنان و فرزندانش تا امام 12 امام زمان ارواح و فدا، خدا نسب کرده مقبولیت مردم برای استقرار حکومت رأی مردم، قدیر برای رأی مردم، برای بیعت مردم. و این اتفاق هم میفته در تمام مسیر هم همین است. اما حالا اگر اونا چیز دیگه ای میخوام بگن، اون مجعولاتی است که حالا میرسیم بهش، که تمام این مجعولات بعد از قرن 8 هجری است. بفرمایید. بسیار بسیار ممنون از توضیحی که دادید. پس با این اوصاف خلافت با امامت متفاوت است و در واقع پیغمبر اسلام با امامت حکومت. با حکومت توسط رأی مردم بوده است، امامت رو از طرف خدا به صادر می‌شده دیگه. بس خلافت الهی، حجت الهی، خلافت پیامبر، امامت، وصایت، اینا از آیه خداست. یعنی پیامبر مردم می واسه کجا بودن پس؟ اما حکومت، استقرار حکومت، بله مردم باید رأی بدن، قبول کنن. خب بعد این امامت یا این خلافتی که از ناحیه خدا دستور داده شد به محمد ابن عبدالله که جانشینش علی ابن ابی طالب باشد، برای استقرار حکومت مردم کجای این قضیه بودن که تصمیم بگیرن علی به عنوان خلیفه اول حضور داشته باشه؟ ببینید، در تمام قضایای خود پیامبر، از امیر که بعد از پیامبر، خود پیامبر رسالتش، بعثت پیامبر از ناحیه خداست، اما میگه اگه میخوان من حکومت کنم بیعت عقبه، 6 تا بیعت رو شمردم، شما اگر بپذیرید برای اقامه قسط و عدل قبول زحمت میکنم، نپذیرید به دعوتم ادامه میدم، من کاری با شمشیر حکومت نمی کنم. اگر پذیرفتید موسی کلیم الله 100 سال حکومت تشکیل میده، نوح تشکیل میدهد، ابراهیم تشکیل میدهد، داوود و سلیمان تشکیل میدهد، اما نپذیرید عیسی تشکیل نمیدهد. و مردم پذیرفتند. صحبت من اینه که مردم پذیرفتند. مردم 120 هزار بیعت کردند
در قدیم 3 روز این بیعت طول کشید. بخن بخن یا علی اصبحت و انت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. این کلام خلیفه دوم برادران اهل سنت که تبریک میگه، میگه من الان صبح کردم، در واقع امروز به حالی گرویدم که تو مولای هر مؤمن و مؤمنه است. سپاس از صحبت های شما جناب فارسانی گرامی، صحبت های شما رو میشنم 5 دقیقه. خواهش میکنم، من چون یه بخشی از صحبتامو قبلا انجام دادم نمیخوام اونا رو تکرار کنم، اما 2 تا نکته رو میگم و بعد من یه ویدئوی خدمت شما فرستادم و 2 تا عکس میخوام تو بخش اول اون ویدئو رو از زمانم اگه نیازی استفاده کنم و بعد اون عکس رو تو بخش دوم در مورد عدالت علی صحبت کنیم. نمیخوام توی در دالانهای تنگ و تاریخ بمانیم. اما آقای خزعلی، من تقریبا 8 سال پیش بود که در برنامه صفحه آخر آقای فلاحتی در خدمتون بودم، در مورد دانشگاه امام صادق صحبت کردیم و همینطور اون موقع من ترکیه بودم. احتمالا دوست شما که با همدیگه کوه میرید علی مقدم احتمالا از دوستای اطلاعاتی شما هستن. ایشون هم موقعی که من در ایران بودم خیلی تلاش کردن من رو شناسایی کنن. من هنوزم نمیدونم چجوری شناسایی شدم، اما موقعی که من رو دستگیر کردن گفتن دستور از تهران داشتیم. اما این رو بگذاریم و بازم اگر بیشتر میخواییم با من آشنا بشین به دوستان. کجا دستگیر شدی؟ ترکیه دستگیر شدی؟ نه، ترکیه زندگی میکردم، اصفهان دستگیر شد. و باز هم اگر میخواییم بیشتر با من آشنا بشین برین باز معاون سیاسی دفتر پژوهش‌های استراتژیک ریاست جمهوری ابوذر گوهری مقدم به دوستانتون در وزارت اطلاعات بگین ایشونو بیارن بازجوییشون کنن. ایشون 7 سال از دوستان صمیمی من بودن، همخونه من بودن، هم اتاق من بودن، الان هم در لیست تحریم‌های آمریکا هستند. باز هم بیشتر میخواین با من آشنا بشین برید از محمد جمشیدی بپرسین، معاون سیاسی جلاد روحانی، که ایشون هم باز از دوستان صمیمی من بودن در دانشگاه امام صادق. اما اصلا مهم نیست من کی هستم، اصلا فراموش کنید من کی هستم. شما امام صادقی بودین؟ بله، دانشگاه امام صادق. عرض کردم در مورد دانشگاه امام صادق تو برنامه فلاحتی در خدمتتون بودیم. اما گفت زندان موسی بن جعفر اونجا به جای دانشگاه امام صادق. بله، حالا بگذاریم از دانشگاه امام صادق، بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. اما من میدونم آقای خزعلی کیه. من درودم بهشون نمیفرستم. آقای خزعلی، شما از نظر من همون جوری که آیشمن در اورشلیم رو هان آرنت نوشت، شما هم خزعلی در تهران هستید. منتها شما خیلی هوشمندتر هستید از همکارتون اکبر خوشکوش، از عاملان قطرهای زنجیره‌ای که همین چند روز پیش در کلاب هاوس گفت مهدی خزعلی همکار منه. شما خیلی هوشمندتر هستید از دوست صمیمیتون سعید امامی که تئوریسین شما شدین، تئوریسین قطرهای زنجیره‌ای با انتشار و اون مقدمه‌ای که نوشتید بر کتاب هویت شما بسترسازی کردید. و شما یه لحظه جناب فارسانی وسط صحبتتون در خصوص صحبتی که آقای خوشکوش کرده، که آقای خوشکوش اسم خیلی یارم آورده به قولی که میگه ما اینا آدم های ما هن از بچه های اپوزیسیون. آیش ببینید، الان موضوع بحث ما چیز دیگه است و کسی که در موضوع بحث سخنی نداره به حاشیه میره. من ناچارم اینایی که گفتن حق دارم دفاع کنم. بعد بله، صحبتشون تموم بشه، 2-3 دقیقه دیگه دارن، صحبتشون تموم بشه بعد شما تو زمان خودتون صحبت کنید. آقای اکبر خوشگوش با کسر یه لحظه این جواب اینو بدید بعد بیاد بعد قدیر بشه. آقای اکبر خوشگوش هر کسی باهاش در افتاده گفته اطلاعاتی، گفته حقوق بگیر ما بوده اصلا. خب منم باهاش تندی کردم، گفتم آقا باهاش برخورد کردم، ایشون هم در جواب من در اومد گفت ایشون اطلاعاتی. بعدم ببخشید شب عید قربانم حلالیت طلبی، گفت من عصبانی بودم این حرفا رو. جناب خزعلی، من اینو اشاره کردم فقط چون زمان جناب پارسانی است، بذارید صحبتشون رو بکنم تموم بشه بعد تو تایم خودتون میتونید صحبت بکنید. نداشته در برنامه هویتم بنده هیچ گونه دخالت، حتی ندیدم برنامه تلویزیون، یکی دو تاشو دیدم، 22 قسمت من دو تاشو دیدم. آقای مسعود خرم کتاب آماده ای رو که بخشش پیاده شده برنامه تلویزیون بوده هویت، بخشش ادبیات داستانی بوده، آورده حروف چینی شده سفارشه به یک ناشر که ما باشیم داده و منم واقعا موافق بودم برای چاپش، چاپ کردم. کار مسعود خرم ربطی به هویت و سعید امامی ندارد. آقای علی لاریجانی رئیس سیاسی ما شکایت کرد، اجازه نداد، گفت این مال ما رو برای چی پیاده کردیم مرد ما رو، و در دادگاه شهید بهشتی اونجا رفتیم، ناچار شدیم دیگه انتشار ندیم. بسیار ممنون جناب، یعنی هیچ ربطی نداره، من با هیچ همکاری ندارم. بسیار ممنون جناب فارسانی، اگر گفته درو گفته جناب فارسانی. ادامه صحبتتون رو بفرمایید.
بله همینجوری که خدای خزعلی هم گفتن موضوع برنامه ما نیست، اما مقدمه کتاب هویت رو آقای خزعلی نوشتن، دوستان برام بخونن، الان جلوی چشم منه ولی من نمیخونم. در مورد سعید امامی و دیدارهاشون در دفتر انتشارات حیان هم توضیح دادن، اما فعلا ماجرا فعلا اجازه بدید خزعلی شما خودتون شروع کنید. من با سعید امامی یک ملاقات در حیان نداشتم. جناب خزعلی تو زمان خودتون به وقت کامل دارید میتونید صحبت بکنید. خارج از موضوع آخر. بله من میرم سراغ موضوع و اینو داشتم عرض میکردم. فعلا شما سوارید، فعلا کد تن شماست، هر چی میگین مردم هم باید بگن درست میگن، اما تاریخ مشخص میکنه و دادگاه های آیشمن در اورشلیم هم تشکیل میشه، همون جوری که دادگاه خزعلی در تهران تشکیل میشه. ولی من ویدئوی فرستادم خدمت شما جناب آقای فلاح، چون به عدالت علی هم هست، میخوام ببینیم این عدالت علی کجاست، این عاشوراییان و یزیدیان کجان. پارسال اردیبهشت ماه موقعی که بچه های ما رو میکشتن تو همون فارسان ما، جونقان ما، بختیاری ما، ایزه، ببینیم آقای خزعلی چه گفته، اگر در اون رو پخش کنید، در از زمان من استفاده کنید برای پخش اون. تایم ویدیو رو من دقیقا نمیدونم چقدره، یه دقیقه اجازه بدید. 3 دقیقه. اوکی. امروز روز امتحان است. باید همه بیایند. باید همه محکوم کنند. اینجا نبرد یزیدیان است. اینجا عصر عاشوراست و خیمه حسین در آتش است. بیایید به میدان. باید بیانیه بدهید. خاتمی اگر سکوت کند بیدین است و بقیه اصلاح طلبان اگر در مقابل سوختن خیام حسین سکوت کنند دین ندارند و مراجع از مرجعیت نجف گرفته تا مراجع قم و مشهد اگر سکوت کنید دین ندارید. امروز خیمه های حسین را آتش زدند، امروز فرزند زینب کبرا را حد که حرمت کردند، چادر از سرش کشیدند، روسری از سرش کشیدند و مثل کفتارها به او حمله کردند. بقیه مسائل جای خود دارد، اینکه یک سرباز یک نیروی انتظامی را به آتش کشیدند، اینها درد است. چه شده است؟ مسائل دعوای سیاسی چپ و راست باعث شده یک جوان نیروی انتظامی که باید حافظ امنیت باشد در مقابل چشم مردمان به آتش کشیده شود و مهمتر باورهای مردم، اعتقاد مردم، پرچم حسین به آتش کشیده شود. این درد را کجا بریم؟ با که بگوییم؟ همانهایی که برای مهسای عزیز بیانیه دادند، از علما، روحانیون، هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان و همه و همه، فردی طبق قوانینی که به او داده اید، ضابط قضایی کسی رو دستگیر کرده، خطا کرده یا نکرده باید مشخص شود و محاکمه شود، ضربه‌ای زده یا نزده باید مشخص شود و محاکمه شود. اما همه جامعه این حادثه تلخ رو محکوم کرد، اما در مقابل دیدگان غیر قانونی با اراده جرم است شما محجب باشید و مجازاتش این است که کفتارها بریزند و وحشیانه در وسط خیابان تو را حد که حرمت. هیچ توضیحی نیاز نیست. خطبه خون رو سال 88 علی خامنه‌ای جلاد خوند و خطبه خون رو پارسال در شهریور ماه مهدی خزعلی خوند. این خطبه خونه، همون خطبه خونی که علی ابن ابی طالب خوند، همون خطبه خونی که حسین ابن علی خوند و همون خطبه خونی که علی خامنه ای خوند و همون خطبه خونی که مهدی خزعلی میخونه. مردم اومدن تو خیابون برای آزادیشون، میگه 120 هزار نفر رفتن نمیدونن با علی ابن ابی طالب بیعت کردن. همینجور که اومدین گفتین 98% رفتن به جمهوری اسلامی رای دادن یا 99% مسلمونن، آمار دادن و از روی هوا و همینجوری حرف زدن که راحته، اما اومد به مردمی که رفتن از خودشون دفاع میکنن، مردمی که نیروی انتظامی اومده اونا رو میکشه، در یک سال 1000 نفر رو کش، میگه اینا کفدارن، میگه اینا وحشیان. کفدار توی، اما شیدای همدانی گفت مرد شیدا کنج زندان هم تو ثابت کرده ای، شیرها هرگز نمیسازند با کفدارها. بسیار ممنون جناب پاشانی. علی طالب کفدار بود، علی خامنه ای کفدار. بسیار ممنون جناب پاشانی. از علی هم دستیار کفداران. سپاس از شما. البته من اشاره بکنم که
جلسه محاکمه جناب خزعلی نیست، ما در واقع حضور پیدا کردیم که حالا من فعالیت صوتی رو صداش برای من نمی اومد، نمیدونم دقیقا چه چیزی گفته شد در این فایل، اما آره من تقاضا می کنم اگر لطف بکنیم حالا در موضوع صحبت بکنیم، در پایان برنامه اگر وقت بود میتونیم در مورد بخش‌های دیگه صحبت بکنیم، البته جناب خزعلی میتونن دفاع بکنن در خصوص صحبتایی که جناب پارسانی فرمودن، بفرمایید 5 دقیقه. بله عرض کنم خدمتتون که خب این همه تندی و خشونت در هر حرکتی آرزه دارد. ما بر مبارزه مدنی خشونت پرهیز تأکید داریم و هر حرکتی چه کلامی چه تصویری که پشت سر این عزیز هست که در واقع با کاریکاتورهای تند و خشونت‌آمیز احساسات و عواطف 2 میلیارد مسلمان رو بهش حمله می‌کند و اینها زشت، اینکه آدم بیاد به باورهای 2 میلیارد خورده مسلمان این تعابیر زشت بکنه، اینا خطاست. بله بنده عرض کردم، صدای من رو دیدید، محکوم کردم خشونت رو، اینکه پلیس یک مملکت رو آتش بزنید و فیلم بگیرید و پخش کنید و افتخار کنید که پلیس در آتش داره میسوزد، اینکه بانویی رو ازش از سرش چادر بکشید حمله کنید، روسریشو بکشید، در جامعه این خطاست. همونطور که آقای حالو که همراه این جماعت بود وقتی 40 تا نزدیک به 40 تا کلیپ در جنگ شهری و امثال هم پر کرد اینجا، فکر کرد میره الان لندن براش فرش قرمز پهن میکنن، میگن صلی علی محمد حالوی ما خوش آمد، دید اونجا کلاهش رو پراندند، اینکه اینجا میگفت امامها هوتوتو، رفت اونجا دید کلاه خودش رو اینها هوتوتو، و بعد موبایلش رو پرت کرده از دستش، فحش ناموسی به او دادن، و میگوید در مصاحبه‌ای که کرده میگه که به من پیرمرد در لندن، اونجا که میگید مهد دموکراسی، تجاوز جنسی کردن، اگر اینها در ایران بیان با جوانها چه کاری خواهند کرد. بله ما خشونت رو قطعا محکوم کردیم و به مراجع به آقای خاتمی گفتیم، همونطور که در مورد مهسا اولین نفر بودم، مهسا هنوز تو بیمارستان بود، بیانیه دادم گفتم که جای آن دارد که دق خون مسلمان از این حادثه، از حمله و خشونت ها و شعارهای رکیک و زشت در دانشگاه، الفاظ رکیک که حریم عفاف و اخلاق جامعه را هدف گرفته بود، اینها قطعا محکومه. قبل از همه همونطور که اولین نفر بودم برای مهسای عزیز بیانیه دادم، برای همه عزیزانی که از دو طرف آسیب دیدن به خاطر کسانی که دعوت به خشونت کردن، گفتن بریزید، بزنید، بکشید، چاقو بزنید، نسبت به این قطعا موضع گرفتم و موضع میگیرم. یکی هم نیست، مناظره با آقای دکتر دانشگر، مناظره با آقای دکتر زیبا کرام و همه مناظره با جناب آقای محمدی، همه مناظره ها دال بر این است که ما مسیرمون اخلاق مداره و اگر طرف مقابل بدی کنه ما بدی نخواهیم کرد، اگر سگی پای ما رو گاز بگیره ما پای سگ رو گاز نمیگیریم، اگر کسی به ما دشنام داد ما دشنام نمیدیم، ما خودمون هستیم. من یک مثالی، استاد یلدا خدا رحمتش کنه، استاد عفونی ما بود در دانشگاه تهران بیمارستان امام خمینی، سر کلاس یک جمله گفت، یک بار خیلی زیبا گفت، شما پزشکید، مراقب باشید، اگر کسی با شما بد سخن گفت شما باید شأن خودتون رو داشته باشین. بعد مثال زد، گفت یک پیرمرد جنتلمن با نوش توی پیاده روی پاریس حرکت میکرد، یک خانم بدکاری از کنار او اومد عبور کنه، به این پیرمرد جنتلمن سلام کرد، پیرمرد کلاه از سر برداشت، ادب کرد، تعظیمی کرد و سلام اون بانو رو پاسخ داد و رفت. نوه گفتش که بابا بزرگ، او جه بود با اون لفظ خودش که همچین بدکاره بود، او کارگر روسپی بود، کارگر جنسی بود، با همون لفظ جه که او جه بود، و پیرمرد جواب داد که او جه بود، من جنتلمنم، من باید به شأن یک جنتلمن پاسخ بگم، اگر کسی به ما ناسزا گفت، و در آیه قرآن خیلی زیباست میگه ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلون،
اعدلوا هو اقرب للتقوا، بدی های یک قوم باعث نشه شما از مسیر عدالت خارج بشید، تقوا پیشه کنید، عادل باشید که به تقوا نزدیکتره. یعنی اگه اونا بد اخلاقی کردن، اگه اونها ناسزا گفتن، به خدای شما ناسزا گفتن، به پیامبر و علی شما ناسزا گفتن، مطمئن باشید ما به باورهای شما ناسزا نمیگیم، ما نقد علمی میکنیم. شما میتونید اینجا هر گونه میخوام فحش بدید، ما هرگز ناسزا نخواهیم گفت. مشی ما مشی اخلاق، ادب و منطق. بحث ما هم بحث قدیر بود. من از برادر عزیز جناب آقای فارسانی بحث قدیر نشدم، من ناسزا و فحش شنیدم. من فکر میکردم میخوام اینجا بگیم که قدیر چه حادثه ای بوده، تحلیل کنیم، تفسیر کنیم، بگیم جایگاه قدیر و بیعت چیست، رأی مردم چیست، حکم الهی چیست، یه بحث قشنگ به درد مردم بخوره، نه اینکه ناسزا بگیم، بگیم خدا و پیغمبر و علی رو همه رو با تعابیر زشت و زننده فقط ناسزا بگیم. نه، جواب ما باز آیه قرآن، لا تسبوا الذین یدعون الله، ما ناسزا به بت‌های اونها نخواهیم گفت. بسیار ممنون. من وسط صحبتتون این رو اشاره بکنم که اگر احیانا خب بسیجی رو مردم به قول شما سوزاندن، خب کار درست نیست. گرفتن جان یک، حالا هر چند جنایتکار باشه طرف، مسلماً کار محکوم شده است. از طرف دیگه میگید چادر از سر مثلا زنی برداشتن، روسری برداشتن، در کنارش ما امثال نیکا شاکرمی ها رو داریم که به بدترین شکل ممکن توسط حکومت آزار دیدن، جانشون گرفته شده. قبول دارم حرفتون رو. ولی باعث و بانی این درسته. این توصیه رو جناب خزری گرامی، این توصیه رو جناب خزری گرامی به مردم میکنند که کار درستی به انجام بدهند، اما حکومت باعث و بانی خشونت است. 12 بار زندان رفتم، پس فردا صبح دادگاه من جلسه رسیدگی شکایت همشیره از من، همین سی خانم معاون رئیس جمهور. درسته. یعنی منظور من چیست؟ منظور من این است که این نوع رفتار حکومت به دلیل کنشی است که حکومت داشته، یعنی واکنشی که مردم داشتن نسبت به جنایات حکومت. به هر حال یه سری جوان هم هستن اینقدر برافروخته میشن که امکان داره کارهایی بکنن که، ولی ما میخوام رفتار خودمون رو تبیین کنیم. ما چه کار باید بکنیم؟ ما نیومدیم بگیم کار اونا که غلطه. اون که از اول من 12 بار رفتم زندان، 21 پرونده سیاسی دارم. الان دوشنبه باید برم با همشیرم که گفتم آقا بچت کانادا بوده، باید برم من دادگاه، بچه اون کانادا بوده، من باید برم دادگاه. یکی هست ما که گرفتار جناح حاکم و اختلاس و دزدی و همه اینا هستیم، به خاطر هر نقدی هم زندان رفتیم. درسته. آخه موضوع اینجا هست، موضوع اینجا هست. شما مهربانانه توصیه به لطافت و به خوشسخنی میکنید، اما وقتی بسیاری این شاید این تحمل رو نداشته باشن که جنایات نه فقط جمهوری اسلامی، سالها جنایاتی که شاید به واسطه این ایدئولوژی دینی برشون روا داشته شده، کنترل به چطور نداشته باشن و نمیپذیرن این نوع موضوع. مسیر حاکمیت، حاکمیت منتظر نیست ما بگیم چه کار کن، حاکمیت چه میکنه. درست. من مسیر خودم رو باید تبیین کنم، من اخلاقی و انسانی عمل کنم. بسیار بسیار ممنون جناب فارسانی، صحبت شما رو میشنم این 5 دقیقه. بله، خواهش میکنم. اول در مورد علی، من میخوام در مورد عدالت علی حرف بزنیم و توی بخش بعد صحبت میکنیم. ابتدای سخن گفتم و عرضم کردم، گفتم نهج البلاغه‌ای که 360 سال بعد از علی نوشته شده هیچ سندیتی نداره. صحیح بخاری رو صحبت کردم، نمیدونم از احادیث شیعه گفتم، از روایات گفتم، از جنایت‌های علی گفتم، ولی ما می‌خوایم این حلقه رو بشکنیم. شما دیگه نمیتونید ما رو در حلقه اسلام نگه دارید. کیان پیرفلک یه بچه 9 ساله بود، فهمید، دید، اومد گفت من از قرآن متنفرم. مجید رضا رهنورد اومد گفت برای من قرآن نخونید. اما شما هنوز میخواید مردم رو تو این حلقه بسته نگه دارید، حتی اگر شده از طریق نماینده خامنه ای مولوی عبدالحمید مردم رو دوباره ببرین توی مساجد. بنابراین مردم دیگه از این گذشتن، جوونا هم گذشتن. اما صحبت کردیم که چرا به اعتقادات 2 میلیارد مسلمان توهین میکنید. اولا که طبق آیه قرآن شما خدا منو دوست داره، الله شما منو دوست داره. توی سوره نساء آیه 148 میگه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم.
خدا دوست نداره که شما جهر داشته باشید، آشکارا با بلندی سوء من القول حرف بد بزنید، فحش بدید به کسی، الا من ظلم، مگر کسی که بهش ظلم شده باشه. شما به مردم ایران ظلم کردید، علی ابن ابی طالب به مردم ظلم کرد، علی خامنه ای هم ظلم کرد، پس ما حق داریم چنین سخن بگوییم. و شما پشت سرتون نوشتین که جبهه آزادی، دروغ میگویید. سلمان رشدی به ما آموخت، به من آموخت، که به محض که این شما بگین بخشی از عقاید، از انتقاد، طنز، تمسخر یا توهین مسئول هستند، آزادی اندیشه غیر ممکنه. پشت سر من این کارتون هاست، چون جوامع آزاد آموختن که آزادی بیان و آزادی اندیشه و freedom of expression، این یک اکسپرشنه، این یک بیانه، این آزاده. اما شما مسلمانان میرید توی خیابون سر میبرید، ساموئل پتی رو سر بریدید، دختر افغانستان رو سر بریدید، جوان اصفهان رو سر بریدید و هزاران نفر رو اعدام کردید، از منصور حلاج تا مجید رضا رهنورد، تا یوسف مهراد، تا سید صدرالله فاضلی زاره. میگه 2 میلیارد مسلمان. یوسف القرضاوی از رهبران اخوان المسلمین مصر میگه اسلام زنده است تنها به دلیل حکم ارتداد. اگر مجازات ارتداد از بالای سر اسلام برداشته میشد، اسلام تا کنون وجود نداشت. کسی وارد اسلام میشه سر آلتشو میبرن، میخوادم خارج بشه سر خودشو میبرن. در با همه این وجود نظرها نشون میده در جوامع اسلامی و به ویژه در ایران مردم از اسلام عبور کردن. توی چهارمحال و بختیاری ما که به قول شما محرومه، بچه ها میرن قرآن ها رو میبرن سر کوها، آتیش میزنن، کپه آتیش میزنن، شراب میخورن و میان پایین. قرآن آتیش میزنن، شراب میخورن و میان پایین. و دو تا عکس من برای شما فرستادم، بریم سراغ عدل علی، ببینیم پشت سر کی شما نماز میخونید. آقای خزعلی، شما به عدالت علی خامنه ای باور دارید؟ شما علل قاعده طبق اصول اسلامی، اون الهیاتی که من خوندم، باید به امامت، با عدالت امام جماعت باور داشته باشین تا پشت سرش نماز بخونید. آیا شما به عدالت علی خامنه ای باور دارید؟ من منتظر پاسخ شما هستم. آیا به عدالت علی خامنه ای، من کاری به علی ابن ابی طالب ندارم، علی ابن ابی طالب توی دالانهای تاریخ من جلو چشمم را دارم میبینم، آیا شما به عدالت علی خامنه ای باور دارید؟ من صدای شما را جناب خزعلی، جناب خزعلی اگر لطف کنید اون عکس رو نشون بدید که آقای خزعلی پشت سر خامنه ای نماز میخونه، در به گور کردن تروریست قاسم سلیمانی، قاسم کتلت. عکس رو من در واقع دارم میذارم، ولی منظور این که جناب خزعلی گویا تشریف بردند. حالا امیدوارم برگردن یه لحظه، چون هست دیگه، از جلوی دوربینشون رفتن. و عکس دیگری که با رفسنجانیه، اگر اون رو هم نشون بدید. بله، من خدمتتون فرستادم از رفسنجانی. ببخشید، من در واقع در رو باید باز میکردم، عذر میخوام، یک لحظه زنگ زدم باید در رو باز میکردم. خب تموم شد فرمایششون. عرض کنم خدمتتون که یک لحظه، یک لحظه اجازه بدید من بله، به زمان جناب پارسانی تموم شد، جناب خزعلی بفرمایید. حالا چون یه مکسی شد، به هر حال از علی جایگاه ویژه‌ای دارن. کسی که پشت سر خامنه‌ای در صفحه چهارم پنجمه، اون جایگاه‌ها مشخصه، تعریف شده. یعنی آقای خزعلی در سیستم امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی بدون تردید جایگاه ویژه‌ای داره، در حد معاملات وزارت. سپاس از شما. بسیار ممنون. جناب خزعلی بفرمایید. خب عرض کنم خدمتتون، باز فریادها و تندی‌های کلام خدا که اینها، این 5 دقیقه رو جناب خزعلی، 5 دقیقه رو که صحبت کردید، ما یه 3 دقیقه دیگه برای بخش آخر فقط وقت داریم که صحبت بکنیم. بفرمایید. ببخشید، باز دوباره فقط تندی و در واقع خشونت کلام، که اینها برای مملکت ما چیزی حاصلی نخواهد داشت. اتفاقا در مسیر مبارزه مدنی خشونت پرهیز که میتواند مثل گاندی، مثل نلسون ماندلا به جایی برسه، تمام کسانی که خشونت میورزند یا مأمورند برای اینکه مسیر ما رو سد کنند، یا متاسفانه نمیدانند که سد میکنند. امیدوارم جناب فارسانی، جناب نوریزاد
جناب امثال اینهایی که خشونت میورزند ندانند که دارند مسیر حرکت امثال مهندس بازرگان رو سد میکنند، مسیر حرکت امثال چمران رو سد میکنند، کسانی که میخواهند با عقلانیت مسیر رو پیش ببرند. اما اینکه میگن نهج البلاغه، ببینید این تعبیر خیلی تعبیر غلطی است که مثلا در قرن چهارم سید رضی اینو نوشت، نه سید رضی نهج البلاغه رو ننوشت، سید رضی از میان کلام امیر المؤمنان به شرط بلاغت این منتخب اوست که همه کلام امیر المؤمنان بلیغ است، اما ابلغش رو سید رضی انتخاب کرد در نهج البلاغه. سه برابر نهج البلاغه ما در کتب روایی از امیر المؤمنان حدیث داریم، روایت داریم، بیش از این هاست، اما سید رضی اون کلام بلیغ رو انتخاب کرده. مثل اینکه بگیم مفاتیح رو جناب شیخ عباس قمی نوشت، شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان رو جمع کرد، از میان روایات ادعیه‌ای که در کتب بود این رو انتخاب کرد. این منتخبی است که شیخ عباس قمی جمع کرده، کتاب‌های دعا زیاده. انتخاب ادعیه توسط شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان این هست، کتاب‌های دیگه هم زیاد هست و این گل کرده یا نهج البلاغه. اما اینکه می‌فرمایید که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خدا دوست نداره کسی صداشو بلند کنه، بالاخره صدای بلند فریاد کنه، اما الا مظلومی که میخواد بره داد ستانی کند. اینجاست که امیر المؤمنین میگه باید صدای مظلوم بلند باشه، اینجاست که میگه بهتر از سخن حق در پیشگاه حاکم جائر چیزی فضیلتی بالاتر نیست که سخن حق رو در پیشگاه حاکم جائر و ظالم بگوییم. اینا خوبه، اما ببینید صدای بلند آنجا مؤثر است که شما درست هم سخن بگید. اتفاقا من دارم میگم شما دارید به حرکت ما ضربه میزنید. اگر من 21 پرونده سیاسی دارم پس فردا باید برم با همشیرم تو دادگاه، داریم اصولی میریم، یک دونه از این پرونده ها، دفاعیاتی که در دادگاه هست، بازجویی هایی که در زندان هست، از من یک اسو ادب نشیندن. اونها از چی میترسن؟ از این گفتمان میترسن، از این نوع سخن میترسن. اگر اونها میخواهند با قال صادق علیه ما سخنی بگویند، من با قال الباقر جواب اونها رو میدم. اگر اونها میخواهند مطلبی رو بگویند، من پایه های استدلال اونها رو سوس میکنم، میگم استدلال شما غلطه. اما وقتی شما میان بدون منطق با داد و فریاد و بعضا با دروغ حمله میکنید، اینجا کارتون خراب میشه. در خیابان با بلوک سیمانی آدم کشتن محکوم نکردید، چادر از سر زن مسلمان کشیدن، به ناموس خود من بی جهت تو خیابون یکی داشت رد میشد. تو این فضایی که جنبش مهسا ایجاد کرده بود یه دو چرخ سوار ناسزا گفت، یعنی فضا فضای بدی بود، اگه چادری میدیدن ناسزا میگفتن. یک عزیز اومده میگه که پیرزن خودش 82 سالشه، خانومش هم طبیعتاً نزدیک چند سال کوچیک‌تره دیگه، میگه که خانوم من تو خیابون با آتیش سیگار چادرش رو سوزوندن و دستش رو سوزوندن، عمدن اومدن با آتیش سیگار دستش رو سوزوندن. اینا رو محکوم کنیم بعد بریم به سمت اینکه بله قطعاً قبل از اینها ما محکوم کردیم. قبل از این گفتیم که اگر در دادگاه، من برای زهرای بنی یعقوب مقاله نوشتم، ما را الان نیست، ما را 20 سال پیشه، که آقا این چرا بازداشت بشه؟ در همدان خانم دکتر رفته با نامزدش در پارک گرفتید و در اونجا کشته شد، تقاضا کردم نبش قبر بشه و مدعی بودم، تمام اینها رو ما مدعی بودیم. اما دو طرف با قلم کشی و چاقو کشی در خیابانم مخالفیم. قهرمان ما قلم به دست دارد، با قلم جامعه رو میسازند، نه با قمه. اگر شما از قمه کش، چاقو کش و کسی که آتیش میزنه قهرمان ساختید، قطعا بدونید شکست میخورید. حداقل ما که با فرهنگ و قلم میخواهیم به جنگ بریم، این ادبیات شما رو نمیپسندیم. بسیار بسیار ممنون. اتفاقا در مقابل سخن بی منطق شما و اهانت شما و فحاشی شما ناچاریم بایستیم. آزرده نشید، شما فحاشی میکنید، ما میام با ادله و منطق قطعا میستیم و اگر بخواهد ادامه پیدا کند
زنی در خیابان بهش تعرض بشه، ما قطعا میسیم دفاع میکنم زن مظلوم، فرقی نمیکنه چه این ور باشه چه اون ور، از هر دوشون از مظلومی که مورد تعرض بشه دفاع میکنه. سپاس از شما، قطعا از مظلومی که مورد تعرض بشه دفاع میکنیم، اما به نوعی قلم به دست هایی که به همه اعدام شدن کشته شدن، دیگر قلم به دست ها با مشت گره کرده در مقابل ظلم می ایستند، به نوعی دیگه فقط قلم با در مقابل حکومتی هم چنین جنایتکار فقط جواب نمیده، اصولا دیگه باید به یک جایی هم برسه که بتونن با همون قلم و مشت گره کرده بتونن پاسخ بدن. بخش پایانی است جناب فارسانی گرامی، 3 دقیقه بفرمایید. اولا که آقای خزعلی معلول را با علت اشتباه گرفتند، معلول اینهایی که شما گفتید، معلولش اگر بزرگواری کنیم میکروفون رو ببندید سپاسگزار میشم، معلولش اسلامش، معلولش اینه، علتش اسلام شماست و حکومت اسلامی شماست و ببینید چه جنایت هایی هم کرده اسلام شما و حکومت اسلامی شما. نلسون ماندلا رو گفتید، ویدئوش که همه شنیدن دیگه، نلسون ماندلا میگه این حکومت ها هستن که روش رو به ما تحمیل میکنن، ما مجبوریم برای دفاع از خودمون به خشونت متوسل بشیم. این عین جمله نلسون ماندلاست. قلم رو میگید، من 7 جلد کتاب 6000 صفحه نوشتم، نجواهای نجیبانه نقد نظام جمهوری اسلامی و رهبران آن. من رو دستگیر کردن، از دانشگاهی که درس میدادم اخراج کردن، از دکتریم اخراجم کردن، از زندگی ساقطم کردن، مجبور شدم از کوه و کمر بیام ترکیه، اونم از قلم. از فحاشی میگید، من چه کار دارم شما با دعواهای خواهر برادری شما؟ شما مرتب مثل که پل زدین بین زندون و نمیدونم دفترتون توی وزارت یا هر جای دیگری، اون دعواهای خواهر برادری شما به خودتون مربوطه. من اون بچه‌هایی که کشته میشن رو میبینم، شما رانت ویژه دارین، در این تردیدی نیست. اما فرمودین که قال الصادق با قال الصادق جواب بدین، من با قال الصادق و قال رسول الله جواب میدم. ابتدای سخنم هم گفتم اینها همون که شما هم گفتین، گفتم شما برین صحیح بخاری رو نگاه کنید، میگه من از 99.4% رو کنار گذاشتم، 0.6% رو برداشتم. کتاب بهار الانوار رو نگاه میکنی مجلسی همینو میگه، نهج البلاغه هم همینجوری، یه سری اومدن بعد اومدن به قول خودشون اونا قشنگاش رو کنار گذاشتن، قشنگاش هم میبینی زشته. اما قال رسول الله من تعزا به عزا الجاهلیت فاعذوه به نعبیه ولا تکنو، پیغمبرتون میگه، فوش میده، میگه هر کسی که به روش جاهلیت عزاداری کند به او صریح بگویید آلت تناسلی پدرت در دهنت، میگه لا تو کنو، به کنایه هم نگید، صریح بگید. سنن کبرا جلد 8 صفحه 136، مسند احمد 35-142، علی ابن ابی طالبتون به عبدالله قیس نوشت، ای فرزند کسی که دروغ میبافد و ای کسی که آلت تناسلی پدرت را به دندان میگیری، بهارالانوار مجلسی جلد 32 صفحه 87، علی ابن ابی طالبتون به عمرو عاص میگه ای پسر نابغه، تو در روزگار زندگیت آزاد شده کونت هستی، المناقب خارزمی. علی ابن ابی طالب به خالد ابن ولید میگه ای خالد، کسی که مرا میکشد سوراخ فلانش تنگتر از توست. و امام حسینتون میگه که تو اومدی اینجا عاشورایی و یزیدی کردی، میگه یبن دقیه، ای پسر جنده. امام صادقتون میگه، گفتی با قال صادق جواب میدم، من در دانشگاه امام صادق درس خوندم، امام صادقتون پا رو فراتر گذاشته، همه مردم جهان رو زنازاده دونسته به جز شیعیان، میگه ان الناس کلهم اولاد و بقایا ما خلا شیعتنا، همانا همه مردم اولاد فاحشه هستند به جز شیعیان ما. کافیه کلینی جلد 15 صفحه 648. امامانتون رو چه کار میکنید؟ پیغمبرتون چه کار میکنید؟ قرآنتون رو چه کار میکنید؟ بسیار ممنون جناب پارسانی. انعام بل هم ازل. سپاس از شما جناب پارسانی. بخش پایانی جناب خزعلی، 3 دقیقه بفرمایید. صداتون بسته است جناب خزعلی. بعد یکی این که تمام روایاتی که خوندند در واقع یا جعلیات بود یا معنا رو نفهمیدند، یعنی به غلط معنا کردن، همه همین است. اما اینکه گفتن علت اسلام است، خب تمام این فقر و مصیبت ها رو به اسلام نسبت دادن. خب من میخوام بگم که نه خیر، نه جنگ های جهانی اول و دوم، که جنگ جهانی اول فقط ایرانی که بیطرف بود نصف نفوذش کشته شدن 9 میلیون، و جنگ جهانی دوم 55 میلیون کشته. من نمیخوام بگم اسلام که اونجا هیچ دخالتی نداشت، اما ما مسیحیت هم نبود،
مال بیدینی بود، اتفاقا دین کنترل کننده است. یعنی اون جنگ ها نه به مسیحیت، نه یهود، نه اسلام ربطی نداشت، مال بیدینی بود. کما اینکه جنگ های کشتارهای کمونیست ها، انقلاب بلشویک 6 میلیون کشته و جاهای دیگه همینطور، این کشته ها ربطی به اسلام نداشت. اونجایی است که انسان از خدا دور میشه. و اون فقط من یه دونه شو آخریشو میخوام بگم. امام صادق با دوست صمیمیش حرکت میکرد، به یک فردی گفت بلد الزنا. حضرت گفتن چرا فحش دادی؟ گفتی حرامزاده. گفت اون که ازدواج نداره کافره. گفتن اونم ازدواج خودشو داره، با اون آدم تا آخر عمر قطع رابطه کرد. اما اینکه حضرت ابا عبدالله در عرصه معرکه عاشورا میگه ان الدعی و ابن الدعی قد رکد بین اثنتین، که این فرومایه، شما چرا اینو تعبیر کردیم به اون تعبیر شما؟ این خلاف دعی مشخصه. فرومایه، فرزند فرومایه، چون شناخته شده بود که اوج کیست و فرزند کیست، هر دو فرومایه، من رو بین دو چیز، بین کشته شدن و ذلت مخیر کرده. من هیهات منت ذلت، میگه من رو بین دو تا چیز، بین ذلت و کشته شدن قرار داده. من حیات من نزله. به این زیبایی شما اونگونه بد ترجمه میکنین و این خطاست. بقیه هم همینه. اونجا که اشاره میکنه حضرت میگه انتم تلقا، یعنی شماها رو ما بعد از فتح به جای اینکه به اسیری و کنیزی و نوکری و بردگی بگیریم آزادتون کردیم. انتم تلقا، وقتی پیامبر اومد همه رو بعد از پیروزی آزاد کرد. میخواد بگه روش ما متفاوت بود. تمام جنگ های اسلام با کمترین روایت 900 کشته، تمام غزوات پیامبر در اون 10 سالی که در اونجا بوده، و بیشترین خبر تاریخی 1400 کشته از طرفین داشته. اما یک جنگ جهانی دوم 55 میلیون کشته. حالا ببینید اسلام خشونت است، تمام جنگ های پیامبر دفاعی بوده، حمله از طرف مقابل بوده، و اتفاقا گفته وسط جنگم و این جنهول سن فجن اهلها، حتی وسط جنگ اگه آماده صلح شدن واسه صلح. آیه بعدی و این یرید و یخطئوک فین اسفکلا، حتی اگه خدعه میکنن صلحشون به دروغ با صلح کن. آخرین کلام یادگاری برای آقای آزاد که عباس بوده اسمشو کرده آزاد، امام صادق اومد دم خونه، دیدید سر و صدای فسق و فجور بلنده، به اون کسی که دم در بود گفت صاحب این خانه آزاد یا بنده؟ گفت آزاده. گفت بله، اگر بنده خدا بود این کارها رو نمی‌کرد. سپاس از شما. آزادی از بندگی خدا باعث میشه آدم خدای ناکرده چنین کنه. سپاس از شما. به بندگی خدای تعالی. سپاس از هر دو عزیز، جناب فارسانی گرامی و جناب خزعلی. البته گفتید از کشتار، حتما از کشتارهای جنگ جهانی گفتید. یه داعش و القاعده و جمهوری اسلامی اومد کلا تاریخ آباد کرد، از حالا غزوات پیغمبر که فرمودید 900 نفر بودن، یه جمهوری اسلامی اینقدر جنایت کرد، تلافی تمام تاریخ اسلام رو در آورد. اگه صحبتی دارید کوتاه بفرمایید جناب فارسانی. خواهش میکنم. اول که آقای خزعلی پاسخ منو ندادن، گفتم شو آیا شما به عدالت علی خامنه‌ای باور دارین یا نه؟ خب ایشون در ایران حضور دارن، سوال قاعدتا پاسخ به این سوال یه جوری نیست، چون نمیخوان اینو صریح بگن. اتقوا التقاه، اینجا تقیه میکنن، نمیخوان بگن. من درک میکنم و این تقیه شون رو به حساب اسلامشون میذارم. آقای جواب میدم. چش ببخشید، بنده رفتم در اون نماز اولا که جنایت آمریکا و ترور رو محکوم کنم، دوم دخالت بیگانه رو محکوم کنم، سوم بگم منو راه میدن دنبال پست نیستم، دیگران رو راه نمیدن میگن بو میده، چهارم بگم آقای حداد عادل اگه میگی مجلس بعدی باید متناسب این تشییع جنازه 20 میلیونی از سردار شهید و سرباز وطن باشه، صف دوم که من بودم یا صف هشتم که تو بودی، بدون که من مخالف تو هم و اینجا واسطه‌ام، از سردار شهید، کسی که در جنگ در مقابل صدام ایستاد، در مقابل داعش جنایتکار ایستاد، بنده اونجا تجلیل کردم، بیانیه دادم، همه بیایید. فکر نکنید یواشکی بوده. در صف دوم عمدن واسطه‌ام که هی بدین من اونجا هستم، آقایون مصادره نکنم بگم مال ماست. این 20 میلیون جمعیت مال ملت است. از سربازشون دفاع کردن و اونجا اومدن ایستادن و بالاتر، اینم باز میگم، ما ایستاده این تا پرچم برادر شهیدم رو به دست صاحب الزمان برسونیم، تا آخر با خون و پوست و استخوان ایستاده این، این پرچم شهدا رو و برادران شهیدم که در جبهه هاشون عقد و خوبت بستیم، این پرچم رو تا به امام الزمان نرسونیم
مطمئن باشید کوتاه نمیام. شما منتظرید که امام زمانتون بیاد تا زیر زانوان اسبش هم خون بگیره، هر چی خون ریختیم کمه. امام زمان میاد در اون بدین دیگه جهانی سوم راه میندازن، مردم از دستشون رو به امام زمان امام صلح پناه میدن. من یه کتاب بگم و یه شعر کوتاه هم بخونم. بر حال نکته من این بود. دعی هم که گفتیم الان لغتنامه جلومه، دعیه یعنی کسی که اصل و نسبش مشکوکه، یعنی پدرش مشکوکه، اون چیزی که من عرض کردم از لغتنامه. شما الان همه عزیزان نگاه کنین، یک سرچ کنین دعی رو در لغتنامه، میشه فرومایه و پست. معنای استعاریش میشه بیشرم، پررو، بیعفت، گستاخ، جسور، نانجیب. معنی اصلیش میشه آن که در اصل و نسب مشکوک باشد. در پس ببینید، حضرت برای کسی که مادرش پرچم داشته بالای خودش، بهش میگفتیم زغل اعلام، یعنی فاحشه رسمی شهر بوده، با احترام میگه فرومایه، نمیگه زنازاده. ببین چقدر ادب داره حضرت. برای کسی که پرچم داشته، زغل اعلام بوده، پرچم سفید بالای خونش داشته و فاحشه رسمیش کرده. اولاد و بقایا ما خلاشیتونا. بگذاریم آیه خزعلی گرامی، بگذاریم از این، ولی پاسخ جواب پرسش من رو ندادیم. پرسش من این بود که آیه امامت که شما خامنه ای رو نشستین، یعنی عدالتش رو قبول دارین، همونجوری که عدالت علی رو قبول دارین. بگذاریم از این، من میخوام صحبتم را با یه شعر تموم کنم از ذوالفقار علی از مثنوی معنوی، اگه فرصت از 30 ثانیه من یه بخشی از شعر بفرمایید. بعد از این حرکتی که انجام شد و فحاشی که تو دانشگاه شد، یکی از کارمندای بانکی من حساب دارم، منو تو خیابون دید، گفت با این فحشایی که اینا دادن متعرض نوامیس مردم شدن، کفش آقای خامنه‌ای رو ما باید بریم بپوشیم. آره. با این ناسزاهایی که مخالفین میگن، مردم رفتن میگن آقا ما کفش آقای خامنه‌ای رو باید بپوشیم. برید ببوسید. دفتر پنجم مثنوی معنوی قرآن عجم، که ببینیم ادب چیه. ایثار کردن صاحب موسل آن کنیزک را بدین خلیفه، تا خونریز مسلمانان بیشتر نشود. اگر میکروفون رو ببندیم من خیلی کوتاه میخونم این بخش رو. یه بخشی از مثنویه. آتش عشقش فروزان آنچنان، که نداند او زمین از آسمان. قصد آن مه کرد اندر خیمه او. مثلا ما در روایات هم من صدام برمیگرده به خودم ما در روایات هم داریم که مثلا اون موقعی که محمد صفیه رو به خیمه میبره، حالا اینجا هم اینه. بله. آتش عشقش فروزان آنچنان، که نداند او زمین از آسمان. قصد آن مه کرد اندر خیمه او، عقل کو و از خلیفه خوف کو. چون زنت شهوت در این وادی دهل، چیست عقل تو فجل ابن الفجل. صد خلیفه گشته کمتر از مگس، پیش چشم آتشینش آن نفس. چون برون انداخت شلوار نشست، اینجا محمد رو میگه که نشست لای لنگ صفیه. چون برون انداخت شلوار نشست، در میان پای زن آن زن پرست. چون زکر مرمد آغازگر و بعد این الفاظ سخیف جنسی را شایسته نیست. چون ذکر سوی مقر میرفت. که آقا شما بسیار ممنون. من فکر می‌کنم مردم پای تلویزیونی هستن. بسیار ممنون. بسیار بسیار ممنون. و آیه قرآن میگه و لیس اومدن منتظر سپاس از شما دوست گرامی. من نمیخوام قطع کنم برنامه رو. من خداحافظی میکنم از هر دو عزیز. بسیار ممنون جناب فارسانی، جناب خزعلی گرامی، بسیار سپاس از شما. من بدون خداحافظی نمیخوام قطع کنم برنامه رو. تشکر میکنم از هر دو عزیز. شعر مولانا گویا بود. برحول بسیار ممنون. بسیار ممنون. نه اگر به من اومده که فیلم فرم ببینه، میخواست انتخاب میکنه. بسیار ممنون. بازیگر پرن محمده. سپاس از شما جناب فارسانی، جناب غزالی گرامی. امیدوارم که شاد و آزاد و سربلند باشید. تشکر از هر دو عزیز که حضور پیدا کردید، وقت گذاشتید. امیدوارم که مفید به فایده بوده باشد. شاد و آزاد و سربلند باشید. تشکر میکنم از همه بینندگان که ما رو دنبال کردن. جاری باشید در جریان. موفق باشید.